خبرگزاری ریا نوستی، وقوع کودتای نظامی در چین و انتقال قدرت به ارتش کذب است. خبرنگار خبرگزاری ریا نوستی چین گزارش داد که اوضاع در پکن پایتخت چین طبیعی بوده و ساکنان این شهر به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود می‌پردازند. برخی رسانه‌ها پیشتر خبرهایی درباره وقوع کودتای نظامی در چین و انتقال قدرت به ارتش در مرحله انتقالی خبر داده بودند. خبرگزاری ریا نوستی با تکذیب این خبر اعلام کرد که ساکنان پایتخت چین در حال گذراندن هفته طلایی خود در تعطیلات رسمی 7 روزه به مناسبت 73 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین هستند که در روز نخست اکتبر خواهد بود. پکن، سرزمین هایی که ژاپن از چین دزدیده به حاکمیت ما باز می‌گردد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین با حضور در 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اظهار داشت که یک کشور نباید از قدرت خود برای تسلط بر کشورهای دیگر سوء استفاده کند. وانگ یی تصریح کرد باید مناقشات را به طور مسالمت آمیز حل و برای توسعه تلاش و فقر را ریشه کن کنیم. وی ادامه داد رئیس جمهور چین طرح ابتکار امنیت جهانی را برای تضمین حفظ تمامیت ارضی همه کشورها ارائه کرد. وزیر امور خارجه چین افزود پکن شریک تجاری بیش از 100 کشور است. 30% از اقتصاد جهانی را تامین می‌کند و بزرگترین محرک اقتصاد در جهان است. وی تصریح کرد چین نظم جهانی را بر اساس قوانین بین‌المللی حفظ می‌کند و با هر گونه تلاش برای سیاسی کردن حقوق بشر در جهان مخالف است. وانگ یی در ادامه به جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که چین از حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه چین همچنین به موضوع فلسطین پرداخت و گفت که راه حل عادلانه مسئله فلسطین راهکار دو دولتی و بازپسگیری حقوق مردم فلسطین است. وی تصریح کرد تمام سرزمین هایی که ژاپن از چین دزدیده است به حاکمیت ما باز خواهد گشت. وانگ یی گفت اصل چین واحد یکی از ارکان روابط بین‌المللی است و تایوان بخشی از چین است. وزیر خارجه چین تاکید کرد که ما با فعالیت‌های جدایی طلبانه تایوان مبارزه خواهیم کرد و مردم چین در برابر هر طرحی برای مداخله در امور ما مقاومت خواهند کرد. مسکو با تشدید مجازات فرار از ارتش مسئول پشتیبانی نیروهای مسلح را تغییر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مصوبه‌ای را امضا کرد که در آن مجازات 10 زندان برای فرار از ارتش در دوره بسیج نیروها در نظر گرفته شده است. مصمم‌های قانون مجازات کیفری روسیه در این زمینه پیش از این به تصویب پارلمان رسیده بود. به این ترتیب از این پس سربازان فراری نیروهایی که بدون مجوز تسلیم دشمن شوند و یا از دستورها سرپیچی کنند مشمول این قانون خواهند شد. مصوبه پارلمان روسیه در حالی به امضای ولادیمیر پوتین رسید که او چند روز پیش نیروهای ذخیره با سابقه حضور در ارتش را برای اعزام به جبهه‌های نبرد در اوکراین فراخوانده بود. به گفته مقامات روسیه 300,000 نفر از شهروندان مشمول فراخوان نیروهای ذخیره می‌شوند. این در حالی است که فراخوان این نیروها نگرانی‌های زیادی را در روسیه پدید آورده است. شماری از شهروندان به دنبال دستور اخیر ولادیمیر پوتین تصمیم به ترک روسیه گرفتند. گزارش ها از مرز روسیه با گرجستان هاکیز که صف طویلی از خودروها برای ورود به خاک گرجستان شکل گرفته است. معاون وزیر دفاع روسیه برکنار شد. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری بولکاکوف، معاون وزیر دفاع روسیه در امور لاجستیکی برکنار شد. بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه، میخائیل میزینسوف، رئیس مرکز کنترل دفاع ملی وزارت دفاع این کشور، به جای دیمیتری بولکاکوف منصوب شده است. در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: سرهنگ میخائیل میزینسوف به سمت معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه و مسئول تدارکات نیروهای مسلح گماشته شده است. مطابق با این بیانیه، دیمیتری بولگاکوف به دلیل انتقال به شغل دیگری از سمتش برکنار شده است. هیلاری کلینتون، ترامپ شبیه پیشوای نازی هاست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق ایالات متحده دونالد ترامپ رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را شبیه به آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی دانست که طرفدارانش سلامی شبیه به نازی ها ادا می کند. کلینتون در جشنواره تریبون تگزاس در شهر آستین اظهار کرد: به یاد دارم که به عنوان یک دانشجوی جوان سعی می‌کردم بفهمم که چگونه مردم اساساً به سمت هیتلر جذب شدند. چطور این اتفاق افتاد؟ نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 با پاسخ تلویحی به سوال خود به دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: من فیلم‌های خبری را تماشا می‌کردم و این مرد را می‌دیدم که در آنجا ایستاده بود و غر می‌زد و مردم فریاد می‌زدند و دست‌هایشان را بالا می‌بردند.
کلینتون با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور سابق آمریکا در اوهایو در هفته‌ای گذشته اضافه کرد ترامپ بیش از یک ساعت در آنجا غر می‌زد و هیاهو می‌کرد و ردیف‌هایی از مردم جوان در آنجا دستان خود را بالا می‌آوردند. فکر می‌کنم عادلانه است بگوییم ما در کشمکش بین دموکراسی و خودکامگی هستیم. در جریان سخنرانی ترامپ در اوهایو، حامیان وی دستان خود را بالا آوردند و با انگشت خود به نوعی یک سلام را ادا کردند که به گمان برخی می‌تواند نشانه جنبش اول آمریکای رئیس جمهور سابق باشد. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که این سلام میتواند مربوط به تئوری توطئه کیوآنون میشود، در حالی که مقایسه هایی با سلام نزیهانی صورت گرفت. بری مک‌کافری، ژنرال 4 ستاره بازنشسته ارتش آمریکا، نیز سخنرانی ترامپ را با تجمع سال 1936 نازی‌ها در نورنبرگ آلمان مقایسه کرد. وی در صفحه توییتر خود نوشت: جمعیت شبیه به تجمع 1936 نورنبرگ است. سر کار آمدن ترامپ بی‌قانون در انتخابات 2024 ما را به سمت خودکامگی می‌برد و قانون اساسی ما را نادیده می‌گیرد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.